و بیشتر دوران رو هم در قم میزیست، یعنی اصلا در با اینکه اسمش نجف آبادی است بیشتر در قم میزیست، گاهی هم به نجف آباد میآمد. ولی مهدی هاشمی به بهانه طرفداری از این کتاب و به ویژه به خاطر اینکه آیت الله مشکینی، البته اون زمان فقط مدرس بود و آقای منتظری از این کتاب دفاع کرده بودند و مقدمه نوشته بودند، او کسان زیادی رو در نجف آباد و قهدریجان برانگیخت و اصولا در اون منطقه حکومت میکرد، یعنی حکومت، یعنی دسته او در میان طلاب بسیار نفوذ داشت و روحانیون اصفهان هم از اون میترسیدند. و این کشتن شمس آبادی که در آغاز کار شایع شد که سازمان امنیت این کار رو کرده، بالاخره سازمان امنیت رو برانگیخت بعد از کشته شدن یک روحانی دیگر و یکی از ثروتمندان اصفهان. اون سازمان امنیت رو برانگیخت که به دنبال کشف این شبکه بگردد و این شبکه رو سرانجام در سال 56 گویا 56 یک سال پیش از انقلاب 55-56 کشف کردند و مهدی هاشمی رو هم محاکمه کردند و او اعتراف کرد به بعضی از این کارها و او رو به اعدام در واقع محکوم کردند، که بعد خیلی ها واسطه گری کردند، خیلی ها میانجیگری کردند که او رو از اعدام نجات بدن و از اعدام نجات پیدا کرد و در روز بعد از 22 بهمن از زندان آزاد شد. و بعد از اون این شخص یکی از دایه‌داران برای انداختن یک نیروی نظامی شبیه پاسداران در ایران شد. حتی کسانی را از عراق و فلسطین به ایران آورد با همراه به کمک یکی از فرزندان آیت الله منتظری، محمد منتظری، و نطفه های سپاه پاسداران دیگری رو در برابر پاسداران که در تهران ایجاد شده بود در اصفهان به راه انداخت و تقریبا اونجا رو کنترل میکرد. و به هر حال این نشانه، آقای امینی، آقای منتظری و مشکینی هم در جریان قتل شمس آبادی با برادر داماد منتظری همراه هم فکر بودن، یعنی با هاشمی؟ ما سندی در این مورد نداریم. خود آقای منتظری اون موقع اگر اشتباه نکنم زندان بود و در نتیجه نمیتوانست که مستقیما ارتباط داشته باشه، ولی این گونه باید نگریست که کسانی مانند مشکینی و آقای منتظری و بسیاری دیگر از روحانیون نزدیک به آقای خمینی نیروهای بسیار رادیکال انقلابی محسوب می شدند که با روحانیون سنتی میان روی اون زمان از جمله شمس آبادی که می گفت نباید با دولت در افتاد، مثل آقای شریعت مداری که علاقمند به هم ریختن اوضاع نبودند، با اینها سر ستیز داشتند. یعنی فراموش نکنیم جنبش و انقلاب سال 57 فقط یک انقلاب علیه نظام پادشاهی و مدرنیته در ایران نبود، بلکه در این حال یک شورشی بود از پایین و از بالا علیه ساختار چیره بر جامعه روحانیت، که بسیار از نقطه نظر کسانی که از بیرون می نگریستند رادیکال و انقلابی به شمار می آمد. یعنی تصور این بود که اینها در واقع می خواهند علیه یک فقه سنتی بشورند و در نتیجه از اون پشتیبانی می کردند. ببینید خیلی ها امروز وقتی به جنبش لوتر نگاه می کنند، خیلی از ایرانیان روشنفکر فراموش می کنند که لوتر اگرچه با کلیسا در افتاد، سخت هوادار یک حکومت خودکامه دینی در جامعه بود و این رو از پاپ می خواست که به این نوع حکومت خودکامه حتی پروال بیشتری بدهد. تصوری که در میان بسیاری از کسانی که از بیرون به این درگیری و چالش میان دو دسته روحانیون مینگریستند این بود که گویا اونهایی که مانند آقای خمینی و نویسنده این کتاب نعمت الله صالحی نجف آبادی یا کسانی مانند هاشمی یا کسانی مانند مهدی هاشمی منظورم هست و بسیاری دیگر از این منظر نقد رادیکال و انقلابی به اون گروه دیگر می کردن، اینها در واقع می خوان یک جامعه بهتر، یک جامعه بازتر برمغان بیاورن، در حالی که این
نقد اونها به این اندیشه‌های چیره به هیچ وجه ارتباط نداشت با داوری اونها در این که میخواهند یک جامعه دموکراتیک ایجاد کنند. به این معنا میشود گفت که در اون زمان روحانیون سنتگرا برای جامعه سکولار و دموکرات در جامعه ایران، جامعه مدنی ایران مفیدتر بودند، چون دخالت نمی کردن در این کارها. شمس آبادی آدم بهتری بود برای جامعه ایران تا کشندگان شمس آبادی که بسیار رادیکال محسوب می شدن. ولی جامعه شهری ایران، جامعه مدنی ایران توجه به این مسائل نکرد، اینها رو عنوان یک رویدادهای منزوی از یک دیگر، بدون ارتباط با یک دیگر، پراکنده نگریست و گمان کرد که خب یک خورده حسابهایی وجود داشته و کارهایی انجام شد، در حالی که این یک شورش بزرگ در درون ساختار روحانیت بود و این شورش به سود نیروهایی انجام شد که مانند هاشمی میاندیشیدند، اگرچه هاشمی اونقدر رادیکال بود در این زمینه که خود او هم بعدها قربانی کسانی شد که میخواستند یک دولت دینی رو اون گونه که او هم باور داشت به وجود بیاورند، ولی او از اون هم میخواست فراتر برود و معتقد بود که باید انقلاب در سراسر جهان کرد، صادر کرد انقلاب رو. آقای امینی، این مهدی هاشمی همون شخصی نیست که ایران گیت رو لو داد و اعدامش کردن؟ بله دیگه، این همون کسیست که به دلیل به اصطلاح اون جریان درگیری در جریان ایران گیت در واقع ظاهراً به اون دلیل اعدام شد، ولی به نظر من موضوع خیلی پیچیده تر از اون بود که به اون دلیل در واقع اعدام کرده باشن. او درگیر مخالفت مسلحانه شد با کسانی که میخواستن اصفهان رو با دولت جمهوری اسلامی از با به اعتبار نمایندگان دولت جمهوری اسلامی اون رو کنترل بکنند و او فکر میکرد که اصفهان در واقع ملک او هست و اوست که در واقع باید اصفهان رو اداره بکنه. نیروی مسلح داشت، تهدید میکرد به کشتار، زد و خوردهای مسلحانه حتی در گرفت در دوران بعد از انقلاب و خیلی های دیگر هم با او هم فکر بودن. امید نجف منتظری طرفدارش بود؟ بیگمان او از همون خط فکری بسیار رادیکالی پشتیبانی میکرد که یک زمانی آقای منتظری هم با اون همراه بود. به نظر من منتظری اون زمان منتظری سخت وفادار به ولایت فقیه بود و حتی میتوان گفت آقای منتظری در اون زمان در پرورش فکر ولایت فقیه شاید از خود آیت الله خمینی هم جلوتر بود، بسیار معتقد بود به این مقوله ولایت فقیه. شاید ولایت فقیه که او معتقد بود این چیزی نبود که بعدها از آب در آمد، ولی به هر حال معتقد به یک حکومت اسلامی بودند اونها در اون زمان، معتقد بودند که باید جوی خون به پا کرد، اعدام کرد همه مخالفان رو و همه کسانی که با رژیم گذشته بودند. و فراموش نکنید ماجرای امید نجف آبادی رو که با اینها هم همکاری میکرد که به هر کس رسید اعدام کرد، حتی دستورهای آمد از مرکز رو هم رعایت نمی کردند. اینها آدم های بسیار رادیکالی بودند، به نام اصلاحات در واقع عمل می کردند. امید نجف آبادی که بوده؟ امید نجف آبادی یکی از قاضیان شرع اصفهان بود که در اون دوران در واقع میدان دار به وجود آورده بود و همون کسی است که حتی یکی دو پیامی رو که از تهران برای بخشودگی چند تن رسیده بود، از جمله یکی از کسانی میر اشرافی معروف رو که به هر حال قرار بود اعدام نکنه، بله، یعنی دستور رو گرفت و اعدام کرد، گفت من نگرفتم این رو، بله، و خود امید نجف آبادی رو بعدها اعدام کردن یا کشتن، من جزئیات اون رو نمیدونم. ولی این زد و خوردهای آغازین انقلاب اسلامی بود که این نیروهای رادیکالی که ظاهرا اصلاح طلب بودند، البته خود صالحی هم بعدها، صالحی نجف آبادی هم بعدها خانه نشین شد، اون بعدها درگیر نبود، 3 سال پیش در قم درگذشت، نویسنده کتاب شهید جاوید. یعنی این سرانجام کار نویسنده شهید جاوید بود. بله، ولی به هر حال به او کاری نداشتند، ولی واقعیت این است که اینها، یعنی این نوع اندیشه ها
اندیشه هاییست که